گفتگو میکنم با مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو. سلام میکنم آقای جاودانفر، خوشحالم میبینمتون. سومین سفر بلینکن هست به اسرائیل. ساعت دیگه هم ما سخنرانی حسن نصرالله رو پیش رو داریم. این سفر به چه معناست؟ چه نتایج احتمالاً داره این سفر؟ به نظر میاد که دولت آمریکا نگران هستش از شمار تلفات فلسطینی، کسانی که در غزه کشته شدن، شمار غیر نظامیان، و آقای بلینکن اومده در اسرائیل که از با طرح‌های مختلفی به نظر میاد، یکی از اونها یک توقف موقتی هستش در جنگ کنونی، آتش بس نه، ولی یک توقف موقتی در اماکن مخصوص، نه در تمام جبهه‌ای که اسرائیل در اون می‌جنگه. و به نظر میاد که در اضافه به اون آقای بلینکن اومده بر دولت اسرائیل فشار بیاره که سعی کنن تلفات غیر نظامی را بیارن پایین. دولت اسرائیل بسی خیلی ممکن، خیلی مهم هستش عقیده دولت آمریکا برای اسرائیل، به خصوص الان که ما داریم این حمایت جدی از آمریکا رو دریافت میکنیم، حمایت نظامی و حمایت سیاسی و دیپلماتیک. ولی واقعا سخته که به تصور کنیم که اسرائیل واقعا بتونه شمارش تلفات غیر نظامی در غزه رو بیاره پایین، چون خیلی از نیروهای حماس از مردم خودشون به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن و برای دولت اسرائیل تقریبا غیر ممکن هستش که درگیر بشه با نیروهای حماس بدون اینکه بعضی وقتها به طور غیر قصدی بعضی از این شهروندان غیر نظامی فلسطینی کشته بشن. آقای جاودانفر، ساعتی قبل سخنگوی ارتش اسرائیل خطاب به حزب الله گفته که آماده پاسخگویی به هر اقدامی هستیم. چقدر تصور میکنید که احتمالاً بارها این سوال از کارشناسان مختلف پرسیده شده، چقدر تصور میکنید حزب الله بخواد خودش رو وارد این جنگ بکنه، این جنگ رو گسترش بده؟ ببینید، واقعا الان یک معمای بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران به وجود اومده که نمیخواد غزه رو تنها بذارن و میخواد از حزب الله استفاده بکنه برای فشار آوردن روی اسرائیل و برای اینکه اسرائیل نیروهاش از جنوب اسرائیل از غزه منتقل بکنه به شمال تا یه خود از این فشاری که علیه حماس هستش کاهش داده بشه. در این حال حزب الله تا اونجا که ما میدونیم نمیخواد وارد جنگ کامل بشه. به نظر من، البته این الان فرضی هستش، باید صبر کنیم ببینیم آقای نصرالله در دو ساعت دیگه چی میگه. حزب الله از گروه های نیابتی دیگه جمهوری اسلامی ایران، نیروهایی که افغانی ها در اون هستن، متشکل از افغانیان شیعه هستش، پاکستانی ها هستش و اونا که در سوریه بودن از در لبنان استفاده خواهد کرد برای حمله به اسرائیل، برای اینکه از دیدگاه خودشون به اسرائیل بهانه نده که تلافی بکنن علیه نیروهای حزب الله. ولی به نظر من این کار نخواهد کرد. بسی هر دو طرف، هم ما هم حزب الله، بسی خیلی مواظب باشیم، چون این مسئله میتونه واقعا تشدید بشه و تبادل آتش میتونه واقعا به سطح‌های خطرناکی برسه. آقای جاودانفر، خیلی ممنونم از اینکه بنده و بینندگان ایران اینترنشنال در این بخش همراهی کردید.